عبدالکریم لاهیجی، وکیل دادگستری از 1143. فعالیت های حقوق بشریم رو بعد از 1147 شروع کردم در ایران، البته به صورت غیر علنی با توجه به شرایط اون زمان. و در 2 سال پیش از انقلاب با تأسیس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در کنار یه عده ای از دانشگاهیان و وکلای دادگستری و جمعیت حقوقدانان ایران، این فعالیت ها علنی شد تا دوران انقلاب. آقای لایجی، انقلاب ایران چه تأثیر مستقیمی رو زندگی شخصی خود شما گذاشت؟ در انقلاب ایران، خب با توجه به اینکه یکی از شعارهای مردم در همه تظاهرات، در تمام تظاهراتی که کم و بیش نزدیک به 2 سال ادامه داشت، آزادی زندانیان سیاسی بود، بنابراین من و 2 سازمانی که من سخنگوی هر 2 سازمان بودم، خب نقش داشتیم. شاید به خاطر همین هم مهندس بازرگان که رئیس دولت موقت بود به من پیشنهاد کرد که در دولت شرکت بکنم، وزارت دادگستری، وزارت آموزش پرورش، یکی از این دوتا رو بپذیرم. من زیر بار نرفتم، به خاطر اینکه این دوتا سازمانی که 2 سال از عمرشون میگذشت برای من حکم دوتا طفل رو داشتن، بچه‌ای که من همونجوری که گفتم چند سال به صورت غیر علنی کار کرده بودم که اینها تازه داشتند به دوره طفولیتشون رسیده بودند. زیر بار نرفتم و شروع کردم به فعالیت‌های حقوق بشری. بعد که برای هر دو این سازمان مشکلاتی پیش اومد، یکی رو بستن و دیگری روز به روز کار ما محدودتر میشد، از خرداد سال 1160 که به منزل من ریختند و خوشبختانه من نبودم و بعد فهمیدم که در حال پی این هستن که من دستگیر بکنم، من به مرور زندگی مخفی رو ناگزیر شدم که انتخاب بکنم. و چون همچنان به پیگیری تعقیب در حال مراجع حالا دادسرای انقلاب، وزارت اطلاعات و جزان ها ادامه می دادند، حساب های بانکی من، منظورم حساب های بانکی دفتر وکالت و شخصی خود من رو بستند، من رو ممنوع المعامله کرده بودند، فهمیدم که نه، موضوع جدیتر از اون چیزیست که ابتدا من فکر میکردم. بعد از 1-2 ماه مخفی شدن موضوع منتفی خواهد شد. شرایط ایران هم روز به روز سخت‌تر میشد، انفجار دفتر حزب جمهوری، انفجار نخست وزیری و اون وضعیتی که در کنار جنگ ایران و عراق آخر اسفند سال 60 بعد از بیش از 9 ماه زندگی مخفی ناگزیر شدن که مخفیانه از طریق کردستان ایران و ترکیه ایران رو ترک بکنن و الان نزدیک به 36 سالی که در فرانسه هستم و دیگرم به ایران بر نگشتم. و علت جمعینی که خب همچنان متاسفانه به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری من در خارج از ایران مورد غضب حال شبکه‌های امنیتی ایران هستم و خب هیچ گونه امنیت فکری برای من هرگز تا این سال‌ها به وجود نیامده که من اگر برای سفر خصوصی هم به ایران برم، چه اینکه بخوام برم در ایران و 2 مرتبه در ایران مقیم بشم، این امنیت برای من به وجود نیامده. به خاطر همینم برنامه‌ای برای بازگشت به ایران ندارم.